سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست فتوشاپ خیلی خوش اومدین. من توی این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار فتوشاپ بلد هستم به یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای ادیت کنی. توی این ویدیو میخوام درباره یکی از ابزارهای خیلی کاربردی فتوشاپ به اسم براش یا قلمو باهاتون صحبت کنم. پس اگه دوست داری با نرم افزار فتوشاپ به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه این ویدیو رو با هم دیگه شروع کنیم، میخواستم تشکر کنم از دوستایی که توی ویدیوهای قبلی برامون کامنت گذاشتن و با لایکشون به همون خیلی انرژی دادن. اگه شما اولین بار هستن این ویدیوی منو میبینین، خوشحال میشم کانال منو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای بعدی که میذارم عقب نیفتین. خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت این جلسه رو با هم دیگه بزنیم. خب توی نوار ابزارمون همونطور که میبینین یه شکل قلم داریم که اگه من روش کلیک کنم ابزار براشمون انتخاب میشه و برای کارهای طراحی و نقاشی و رنگ‌آمیزی میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا من هر جایی از صفحه که یه کلیک و درگ کنم به رنگ این فورگراندی که داریم برای ما یه خطی رسم میکنه. اگه من این رنگ فورگراندمون رو از کالر پیکری که داریم یا از این پنل کالری که داریم تغییر بدم، مثلا بزنم روی قرمز، اینجا یه خط قرمز رنگی برای من رسم میکنه. بریم روی قسمت آپشن بارمون تا مواردی که مربوط به قلممون میشه رو من سریع براتون توضیح بدم. اگه من روی این قسمت یا روی این فلشی که هست کلیک کنم، اینجا یه منوی تنظیماتی برای قلممون باز میشه که مورد اولش سایزمون هست. اگه من اینو زیاد کنم همونجور که میبینید نوک قلممون بزرگتر میشه و میتونم یه خط کلوفتر یا بزرگتری اینجا رسم کنم. همونطور که گفتم اینجا رو هم میتونیم با این اسکرولی که هست به راست و چپ من ببرمش، یا روی این سایزمون میتونم با اسکرول و درگی که میکنم اونو به سمت راست و چپ ببرم و سایز قلممون رو تغییر بدم، یا حتی میتونم اینجا یه عددی به صورت دستی وارد کنم تا سایز قلممون تغییر پیدا کنه. این سایز قلممون تا 5000 پیکسل بزرگ میشه که دیگه خیلی بعید مورد استفاده قرار بگیره، مگه اینکه حالا مثلا برای بیلبوردهای خیلی بزرگ و با کیفیت شاید بتونیم ازش استفاده کنیم. مورد دومی که داریم هاردنسمون هست، نشانگر سختی قلممون میشه اینکه چقدر اطرافش تیز باشه یا حالت فدری داشته باشه. من یکم سایز قلممون رو بزرگتر میکنم تا براتون مشخص‌تر باشه. وقتی هاردنسمون کم هست، اینجا حالت فدر یا اون محوی دور خطمون بیشتره. اگه من این هاردنسمون رو مثلا روی 50% بذارم، میبینیم که خطمون یه حالت تیزتری پیدا میکنه، و اگه روی 100% هم باشه هاردنسمون خیلی سختتر میشه و دیگه خطمون کاملا به صورت تیزی کشیده میشه. من میرم توی تنظیماتمون مجدد و مورد بعدی که داریم این مربعی هست که اینجا هست و سر قلموی ما رو یه جوری داره نشون میده. اینجا وقتی حالت گرد باشه، قلموی ما وقتی میام روی صفحه میبینیم به شکل گرد هست، و اگه یکی از این دوتا نقطه رو بگیرم و به سمت داخل ببرم، میبینیم که قلمومون یه حالت بیضوی پیدا کرد، و الان اگه من بیام روی صفحه هم قلمومون به این شکل در اومد و خطی اگه من بکشم به خطی اونجوری برای ما رسم میکنه. و از این فلشی هم که هست میتونم زاویه این قلممون رو تعیین کنم. مثلا اگه من یکم بیارمش پایین تر، میبینیم که هم حالت بیضوی داره و نوک قلممون هم یه حالت کجی داره، و مثلا میتونیم اینجا یه متنی بنویسیم. مثلا من میتونم بنویسم حسن، حالا میتونم به شکل‌های مختلف اینجا سر قلممون رو در بیارم، یا روی هم حالت اولیه‌ای که بود اینو قرارش بدم. برای بعضی موقعا که میخوایم یه نقاشی یا طراحی کنیم، میتونیم حالا این نوک قلممون رو تغییر بدیم و به شکل‌های مختلفی که میخوایم نقاشیمون رو انجام بدیم اونو درش بیاریم و کارمون و پروژه‌مون رو به راحتی انجام بدیم. توی قسمت پایین اینجا آخرین قلموهایی که ما استفاده کردیم و بهمون نشون میده تا یه دسترسی راحت‌تری بهشون داشته باشیم و بتونیم ازشون توی پروژه‌هامون استفاده کنیم. اینجا همونطور که می‌بینید قلموی کجی بود که من قرارش دادم، اینجا وقتی بود که بیضوی بود، و حالا اینجا هم هاردنس‌هاشو داره به ما نشون میده که هاردنسمون
کمتر بود، مثلا روی 0% بود و اینجا روی 100% بود و به ترتیب اون قلمو رو داره اینجا به ما نشون میده. و هفته مورد آخری که ما از قلمو استفاده کرده بودیم و اینجا به صورت یه شورتکاتی برای ما میاره. و توی این کادر پایینی هم قلمو و براش هایی که به صورت پیش فرض خود فتوشاپ برامون قرار داده رو گذاشته و میتونیم ازشون استفاده کنیم. من روی هر پوشه ای که برم و کلیک کنم اونو برای من باز میکنه و مواردی که داخلش هست رو به هم نشون میده. از این قسمت هم میتونم یه مقدار این پنلمون رو بزرگتر کنم تا کاملتر این قلموامون رو ببینم. اینجا برای من مثلا یه سری قلمو با هاردنس های مختلفی داره نشون میده، یکم سایزاشون هم متفاوت هست و اگه روی این فلش بزنم اون پوشه رو برای من میبنده. مثلا اگه برم روی این پوشه اسپشیال افکتمون و اونو باز کنم، میبینیم قلموهای جالبی داره، به صورت اسپری هست. روی یکیش اگه من کلیک کنم و اینجا مثلا یه خطی بکشم، میبینیم که حالت این قلمومون به چه شکلی هستش. و فولدرها و قلموهای دیگه ای هم داریم. اینجا طرحهای مختلفی هم میتونیم از اینترنت حتی دانلود کنیم و اینجا قرار بدیم و یه سری میتونیم خودمون هم حتی قلموهایی بسازیم به شکلهای حیوانا یا مثلا ابر و تصاویر دیگه ای. میتونیم اینجا یه قلموهایی بذاریم و ازشون توی پروژه هامون استفاده کنیم که همه رو بهتون توضیح میدن. حالا از پوشه جنرالمون مثلا من یکی از این قلموهامون رو انتخاب میکنم تا موارد بعدی که توی این آپشن بارمون هست رو براتون توضیح بدم. یکم سایز قلممون رو کوچیک‌تر میکنم. مورد اولی که اینجا داریم اوپاسیتیمون هست. اگه روی 100% باشه و من اینجا یه خطی بکشم، میبینیم خیلی به صورت پررنگ اونو برای ما رسم کرد. من که حالا مشخص تر باشه، مثلا من روی این تصویرمون یه خطی میکشم، میبینیم که کامل اون رنگ قهوه‌ایمون دیگه یادتی محو شد. و اگه من اینو مثلا بیارم روی 50% قرار بدم و اینجا یه خطی بکشم، میبینیم اون خط قهوه‌ای زیرش هم حالتی معلومه و این خط رو به صورت کم رنگ‌تر و محو‌تری برای ما کشیدش. هرچی این اوپاسیتیمون رو کمتر کنیم این عادت محوی خطمون بیشتر میشه. مورد بعدیمون فلو هست که میزان قدرت رنگی است که توسط براشمون ما ایجاد میکنیم. اگه فلومون مثلا روی 100% باشه و اوپاسیتیمون رو همون 50% باشه، من اگه یک کلیک و درگ کنم و اونو نگه دارم و اینجای خطامون رو اضافه کنم، میبینیم که دیگه تغییر رنگی تو این ناحیه‌مون ایجاد نمیشه و یه عادت یک نواختی داره کارمون. ولی اگه مثلا فلومونو برم پایین تر بذارم، روی حدود 30% اونو قرارش میدم و اینجا بیام دوباره همین کار رو تکرار کنم، میبینیم که دیگه اون حالت یک نواختی رو برای ما نداره و اینجا رنگمون یکم متفاوت تر شد. این قسمتی که من دارم تکرار میکنم یه حالتی مثل مداد شمعی اینجا برای ما این خطمونو و این ناحیه‌مونو داره رنگ میکنه. حالا خودتون اگه یه مقداری اینجا کار کنین کامل این موارد دستتون میاد و ما بیشتر با همین اوپاسیتی کار داریم. حالا که این موارد رو یاد گرفتین، من یه نکته خیلی کاربردی هم تو استفاده از ابزار براش بهتون یاد بدم که خیلی کمکتون میکنه. اگه کلید آلتو از روی کیبورد من نگه دارم و کلید سمت راست موس رو بزنم، کلید سمت چپ که باش رسم شکل و اینا انجام میدادیم، نه کلید سمت راست موس رو بزنم، اینجا توی کادری سه تا مورد رو بهمون نشون میده. اولیش دیامتر هست که سایز قلممون هست و اگه من کلید موس رو نگه دارم و به راست و چپ برم، میبینیم که عددمون داره تغییر میکنه و سایز قلممون هم بزرگ و کوچیک میشه. پس اگه کلید آلت رو از روی کیبورد نگه دارم و کلید سمت راست موس رو بزنم و به راست و چپ برم، میتونم سایز قلممون رو عوض کنم. و اگه به سمت بالا و پایین برم، میبینیم که هاردنس کارمونم داره تغییر میکنه. این مواردی بود که خیلی کمکتون میکنه و اوپاسیتی رم که از این قسمت بالا و آپشن بار به راحتی میتونین تغییر بدین. و یه حالت میانبری هستش برای تغییر سایز و هاردنسمون. وقتی داریم کار طراحی رو انجام میدیم، از این روش میتونیم به سرعت تغییر سایز یا هاردنسمون رو انجام بدیم. خب من کلید F12 رو از روی کیبورد میزنم تا همه کارامون پاک شه و بریم موارد بعدی رو کامل براتون توضیح بدم. خب همونطور که گفتم ما فلومون رو هرچی کمتر کنیم بیشتر میتونیم با قلممون بازی کنیم و شدت رنگ رو توش تغییر بدیم. و گفتیم اگه روی 100% باشه دیگه اون تغییر رو نمیبینیم. حالا اینجا من یه نکته بهتون بگم، مثلا اینجا اگه اوپاسیتیمون کم باشه و من با فلوی 100% اینجا یه
دایره توری بکشم و کلید موس رو این دفعه ول میکنم و مجدد اینجا توی این دایرمون یه خط دیگه میکشم، میبینیم تغییر رنگ ایجاد شد و اون محبتمون یه جورایی پررنگ تر شد و محدوده پررنگ تری رو به همون نشون میده. این به خاطر این اوپاسیتی هست که ما اینجا 50% قرار دادیم و اینجا اوپاسیتیمون رو برای ما داره بیشتر میکنه و تقریبا 50% زیادترش کرد و برای تغییر اوپاسیتیمون میتونیم از این تکنیک هم استفاده کنیم. اگه اینجا من مثلا اوپاسیتیم روی 100% باشه و یه دایره ای رسم کنم و کلید موس رو ول کنم و مجدد اینجا بکشم، میبینیم دیگه اون تغییر رو نداریم. هرچی این اوپاسیتیمون کمتر باشه، من با فلوی 100% هم اگه اینجا یه خطی بکشم و مجدد کلید موس رو ول کنم و اینجا یه دایره ای تو بکشم، میبینیم که اینجا برای ما پررنگ تر شد. مجدد کلید موس رو ول میکنم و اینجا دوباره یه خطی میکشم، میبینیم که تفاوت رنگ برامون همینطور داره بیشتر و بیشتر میشه و این اوپاسیتی رو داره برای ما بیشتر میکنه. همونطور که گفتم ما بیشتر با این اوپاسیتی کار داریم و خودتونم یه تمرینی انجام بدین تا کامل این اوپاسیتی براتون جا بیفته. مورد بعدی هم که داریم اسموتینگ هست که کارش نرم کردن خطوط و نقاشی های ما هستش. به طور معمولی روی صفر هستش این عدد. حالا اوپاسیتیمون هم زیاد میکنم تا شما بهتر بتونی خطمون رو ببینین و اینجا اگه یه خطی رسم کنم میبینیم به راحتی داره اون خط رو برای من رسم میکنه و خیلی سریع این خط رو داره برای من میکشه. ولی اگه من این اسموتینگ رو ببرم روی 100% قرار بدم و اینجا بخوام یه خطی بکشم، این کارو خیلی نرمتر و آهسته تر برای من انجام میده و یه جوره ای قدرت کار ما رو توی رسم خطوط مثلا خطای منحنی زیاد میکنه و برای کارهای خیلی حساس میتونیم از اسموتینگ بالا استفاده کنیم. من این اسموتینگ رو مجدد میذارم روی صفر ببونم و اینجا توی آپشن بارمون یه حالت پروانه هم داریم که من اینم کامل براتون توی این جلسه توضیح بدم. کلید F12 رو مجدداً از روی کیبوردمون میزنم تا کارمون به حالت اولیش برگرده و الان اگه روی این گزینه‌مون کلیک کنم حالت‌های مختلفی رو برای من میاره که میتونم هر کدومش رو بر اساس پروژه‌ای که دارم انتخاب کنم. من چون میخوام وقت ویدیومون خیلی طولانی نشه و برای شما خیلی کسل کننده نباشه، معمولا یه دونه رو توضیح میدم و حتما خودتون سعی کنید توی خونه با همه موارد آشناییت پیدا کنین و همه موارد رو بررسی کنین. من روی همین ورتیکال میزنم و اینجا میبینیم یه خطی برای ما رسم کرد. میتونم این خط رو از این قسمت بزرگ و کوچیکش کنم و حتی برم یه ذره بالاتر، مثلا از این قسمت هم یکم کوچیکش کنم که کامل توی کادرمون باشه. میرم پایین تر. بسیار عالی. حالا کار خیلی واجبی نبود ولی برای اینکه شما کامل خطمون رو ببینین من اینو کوچیکش میکنم و اگه قسمت بیرونیش هم باشم میتونم این خطمون رو یه چرخشی توش ایجاد کنم. الان اگه ابزار براشمون رو من انتخاب کنم و یه سمت از این خطمون شروع به کشیدن یه طرحی بکنم، میبینیم دقیقا اون سمت خطمونم داره برای من به صورت تقارن این کار رو انجام میده. و حالا طرحایی که به صورت تقارنی هست و من میتونم با این ابزار به صورت خیلی قشنگتری طراحیش کنم و حتما توی خونم مواردی که اینجا هست و تمرین کنم. بر وقتم خواستم دیگه طراحی و نقاشیمون به صورت عادی انجام بدم، روی این سیمتری آف یا خاموش کردن تقارن کلیک میکنم و اینجا دیگه میتونم نقاشی و طراحیمو به صورت عادی انجام بدم. خب اینم از ابزار براشمون و من سعی کردم همه مواردی که توی آپشن بار بود و توی این جلسه براتون توضیح بدم و مواردی که مونده رو حتما توی جلسه بعدی براتون توضیح میدم که این جلسه‌مون خیلی طولانی نشه. ابزار براشمون برای کسایی که کارهای طراحی و نقاشی میخوان انجام بدن خیلی خیلی کاربردیه. حتما این مواردی که تو این جلسه با هم دیگه کار کردیم و خودت تمرین کن تا کامل این ابزار خیلی فوق‌العاده رو باهاش آشناییت پیدا کنی. اگر از این ویدیوی منم خوشت اومده حتما اونو لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن و اون زنگولنم بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با فتوشاپ هم به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این جلسه‌مون رو دیگه طولانیش نمی‌کنم تا آموزش بعدیمون. خدا نگهدار.